سلام دوستان. سلام، امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. امیدوارم حالتون خوب باشه. ما هم دلتنگ شما هستیم. ببخشید که این فاصله خیلی طولانی بین ویدیو افتاد و این گپ و گفت امروزمون توضیح و تشریح این در واقع فاصله زمانی بوده که ویدیو نذاشتیم. خیلی از دوستانی که ما رو فالو کردن شاید فقط به واسطه سفر مکزیک بود، ولی بچه‌هایی که از قدیم ما رو فالو دارن و در واقع از زمان این اینستاگرام ما رو دارن بهتر ما رو میشناسن و بیشتر از جریان سفرهای ما اطلاع دارن. 7 سال پیش که ما به سفر زدیم و تصمیم گرفتیم توی سفر زندگی کنیم، جز اون قشر و اون دسته‌ای نبودیم که سفر برای ما سرریز سرمایه‌مون پولمون باشه. واقعیتش این بودش که یعنی نسل دهه 60، نسلی که ما هستیم یا حتی بعد از ما، خیلی این رو خوب درک کردن که زندگی در ایران و کار در ایران یک درجا زدن، یک زندگی روی تردمیل هستش که تو نه فقط سر نجات هستی که مدام احساس میکنی که هی داری پسرفت میکنی و این خیلی وضعیت وحشتناکی توی زندگی انسان به وجود میاره. برای ما که رویای مثلا سفر کردن و دیدن و نروشیم، واقعا این یه چیزی بود که اوه داره مثلا عمرمون از دست میره و ما هیچی کاری نکردیم جز اینکه بریم بیایم بریم بیان و بیا بشکنیم مثلا این داستانو. این داستان ما بود که خب خیلی هاتون که به گفته کوروش از قدیم شاید ما رو بشناسین، از این داستان آگاه هستین. حالا چرا دارم اینو اصلا تعریف میکنم براتون؟ برای اینکه خیلی از افراد زیادی مثلا میان مینویسن که او مثلا چرا دیگه اینقدر مکزیک موندی، چرا نمیرید کشور بعدی، چرا نمیرید. طبیعیه، کسی که ما رو داره دنبال میکنه و گذشته رو نمیدونه، خب طبیعتا از یک پیج سفر با موتور عشق سفر انتظار داره که یه هفته دو هفته یه ماه مکزیک باشه، بعد بره کشور بعدی، بعد کشور بعدی. خب ما هم واقعا همین آرزو داشتیم. شروع سفر ما در مکزیک این بودش که واقعا دوست داشتیم که بالاخره بتونیم وارد یک گوشه از دنیا بشیم، یه جایی بتونیم مجوز و ویزا بگیریم و از اونجا شروع کنیم دنیا رو دیدن. آمریکای جنوبی هم که دیگه واقعا رویای جز رویای هر کسی که علاقمند به سفر. ولی برای ما که از ایران هستیم چند تا مشکل داره. چند تا مشکل خیلی بزرگ. یک، پاسپورت ایرانی که ما مکزیکی بودیم، حالا خود ویزای مکزیک واقعا سخت بود. اون ویدیوشو گذاشتیم، گواتمالا میری باید ویزا بگیری، نمیدونم هندوراس میری باید، همه کشور آمریکای جنوبی به غیر از بولیوی همشون ویزا میخواد که این یه پروسه است. بعد مشکلی دیگه هم که برابری ریال با نرخ دلار دیگه، تو هر جا میری الان باید با دلار خرج کنی، چقدر ریال در بیاری مثلا که میخوای اینو انجام بدی. تازه ما به همین هم راضی بودیم، یعنی باز اون مسئله هزینه نبود، میتونستیم یه جوری هزینه ها رو مدیریت کنیم، ولی واقعا مشکل پاسپورت یک مشکل خیلی جدیه. اصلا یه جوری نشدنی بود، یعنی واقعا نشدنی بود. یعنی حالا خیلی ها مثلا کامنت گذاشتن او شما اول گفتید که قصد ندارید با آمریکا برید. خب من نمیتونم الان بیام اینجا توضیح بدم برای افرادی که میخوان باور کنن یا نمیخوان باور کنن، ولی اگر یه دو تا چهار تا عقلانی تو ذهنشون بکنن، هیچ کسی که پلن اینو داره که از مکزیک بیاد به آمریکا هیچ وقت نمیره موتور بخره، بره گواهینامه بگیره، لباس بگیره، نمیدونم فلان کنه فلان کنه، که میخواد بعدش 6 ماه دیگه اینا رو بفروشه بعد بره. اصلا حداقل با چه میدونم لول اقتصادی ما اصلا همچین چیزی یه چیز خیلی غیر ممکن و محاله. و واقعا ما پلنمون آمریکای جنوبی بود و دوست داشتیم که بریم اونجا رو ببینیم، حتی در دراز مدت 2 سال. و خیلی اینم براتون بگم، ما موقعی که زده بودیم به سفر در ایران 7 سال پیش، همه از ما گفتن برنامه‌تون چیه، مثلا چه شعاری دارید، شعارتون چیه، مثلا از خزر تا جنوب از فلان. گفتیم نه، ما یه دو تا آدم که اصطلاحش این که مثلا یه جوری زدیم زیر کاسه کوزه زندگی و فقط می‌خوام که زندگی کنی. فقط همین، هیچ برنامه اصلا معنی نداره. تو کسی که تو خاورمیانه تو ایران زندگی کنه اصلا برنامه چه معنی داره؟ وقتی که ما داشتیم برنامه‌ریزی می‌کردیم برای شروع زندگی تو سفر، مثال خیلی عامیانه براتون بزنم، حساب ما این بودش که هر یادم قشنگ آدمه مثلا پرس غذای مثلا روزانه که بخوای یه وعده غذای کامل بخوری، مثلا حالا بعد صبحونه و شامت حالا مثلا یه جوری دیگه، ولی مثلا بخوای مثلا بری یه آشپزخونه قیمه قرمه سبزی یا مثلا چه میدونم یه چلو مخ سفارش بدی، یادم 6000 تومان بود سال 97.
سال 97 و سال 1400 تو آخرین دور سفر ما که رسیدیم تهران ما یه پرس خورش و همین چلو مرغ اینا رو گرفتیم 130,000 تومان. الان دیگه نمیدونم تو این 6 7 ماه چه اتفاقی افتاده. این فاجعه تو این همین رو در نظر بگیرید، تعمیم بدید به همه این مسائل، چه برنامه‌ریزی چه معنی داره واقعا تو اون کشور، چجوری میشه اصلا برنامه‌ریزی کرد؟ بعد مردم از ما می‌خواستن که خب اومدین مثلا مکزیک چه برنامه‌ای دارین، چه برنامه‌ای می‌تونید داشته باشین؟ هر سفارتی میریم میگن ویزا نمیدیم، نمیدونم حالا شما بری 6 ماه دیگه بیا، 6 ماه دیگه انتظار بکش، دوباره برو یالا مدارک پر کن. و مثلا مدارک و یا هر مثلا چیزی که ما همراه خودمون از ایران آورده بودیم دیگه اعتبارش از تمام شده بود، 6 ماه گذشته بود، هیچ سفارتتون قبول نمی‌کرد. توی بحران واقعا بود بر ما. ولی راهی که باز شد که ما به آمریکا اومدیم، خب واقعیت این که نیاز داریم که دوباره به لایف استایلمون فکر کنیم، حالا اینجا میخوایم چیکار کنیم. یعنی این چند ماه ما واقعا یه تایم بود که همیشه تو فکر بودیم، خب اوکی حالا ما رسیدیم یه جایی که میتونیم برنامه‌ریزی داشته باشیم، میتونیم یه هدفی بذاریم و به هدف برسیم. و این شاید خیلی چیز شگفت‌انگیزیه برای ما. ما همیشه همه چیز برای ما یک جای دور دست نیافتنیه، اینجا نه، یه چیز ممکنه، تلاش کن، زحمت بکش و بهش برس. و این همه کمپوزیسیون ذهن ما رو واقعا عوض کرده رسیدن به اینجا. آره، حتی ما حالا دوستان نزدیکمون میدونن اینو، ولی خب اونایی که ما رو دنبال میکنن، دوستانی که به صورت مجازی ما رو دنبال میکنن، مسلما از این اطلاع ندارن. ما همون مثلا یه سری مشکلاتی که در مکزیک برای ما پیش اومد، واقعا انقدر ناراحت بودیم از اینکه مجبوریم این لایف استایلمون رو تغییر بدیم. آره. حتی روز آخر حال صحبت کردن و ویدیو گذاشتن و حال هیچی رو نداشتیم. یعنی فقط این میدونم برای خیلی از دوستانی که ما رو دنبال میکنن و خیلی از اونایی که کامنت گذاشته بودن آی شما مثلا میگو ای شما که برنامه آمریکا نداشتید، واقعا نداشتیم. آره برای ما خیلی سخت. میدونم شما باور نمیکنید، اصلا برای من مهم نیست حقیقتش، ولی واقعا برنامه آمریکا نداشتیم. چرا که میدونستیم بیایم آمریکا این لایف استایلمونی که همیشه در سفر باشیم دیگه باید ببوسیم و بذاریم کنار. و وقتی هم مثلا با ندا میشیم صحبت میکنیم و به یعنی یه فلش بک میزنیم به قبل، به قبل اینکه بیایم مکزیک، میگفتم واقعا ما برنامه آمریکا نداشتیم، ما واقعا نداشتیم. چون اگه داشتیم به قول ندا نه موتور میخریدیم نه لباس، یک راست از همونجا میومدیم. آره. و این رویای سفر و زندگی تو سفر و حالا درست استارتش از یک فضای تاریک و بسته ایران بود، ولی اون که تو قلب ما بود یه چیزی بود که نمیدونم شما متوجه شده بودین یا نه، ولی واقعا چشمای ما برق میزد. یعنی آخرین روزه که ما فکر میکردیم اوکی ما دیگه نمیتونیم، باید با این واقعیت روبرو بشیم که ما با این شرایطی که به عنوان یه ایرانی داریم، با این پاسپورت، با این وضعیت، روز به روز هر اخباری روی زندگی تو مستقیم تاثیر میذاره، نمیتونی، باید این قبول کنی. و قبولش اینقدر برای ما سخت بود که ما واقعا با بغض بودیم که یعنی چی مثلا ما قرار بود این مسیر رو بریم، کلی پرندشیم میریم تا برزیل، از برزیل اونجا با درگاهی موتور رو میفرستیم اروپا، از اروپا فلان میکنیم سوار میشیم، از مصر وارد میشیم میریم فلان کشور، همینطوری طرح نقشه تمام این 7-8 سال ما با این 7-8 سال که شاید خیلی بیشتر زمانی که روی سفر به وجود اومد، ما هر لحظه با اینا زندگی کردیم. ولی خب باید قبول کنیم به عنوان افرادی که در اون اقلیم به دنیا میایم. البته اینم بگم این یک وقفه، حالا برای آره، من ندا مسلما این یک وقفه 4-5 ساله است. و اصلا ما در این برنامه می‌ریزیم که اینجا به یک استیبلی اگه رسیدیم باز موتورامونو میخریم، باز سفرامونو شروع کنیم. دقیقا. و سفرمون یعنی اون سفر دور دنیا با موتور این سری با یک لول دیگه و با یک پاسپورت خوب مسلما جز آرزوهای ماست و اونو به خودمون بدهکاریم 100%. ولی یه چیزی که من میخواستم بگم این که واقعا من اگه صادقانه اینجا داریم صحبت میکنیم، اون شور و شوقی که ما روز اول رسیده بودیم به مکزیک و یک برنامه یه پلنی داشت که میخوایم بریم آمریکای جنوبی رو بگردیم و یعنی سرشار از انرژی بودیم، در حدی که من 5 صبح پا میشدم ویدیو ادیت میزدم. آره، آره. حالا که اومدیم آمریکا و میدونم خب یه لایف استایل روتینی و باید برم سر کار و بیام، به همین خاطر وقتی که اومدیم آمریکا اینقدر هم ذوق نداشتم. آره دقیقاً. مسئله چون درسته خب وارد یک زندگی میشی که در مقایسه با زندگی که تو ایران هست زندگی امن‌تره، سیف‌تره، میتونی هدف بذاری، برنامه‌ریزی کنی، برسی. ولی خب دیگه از اون جریان
زندگی و اون چیزی رویاش داشتیم دور میشیم، ولی خب اینو دیگه این چند ماهی که فاصله گفته دقیقا داشتیم خودمون با همینا که همینایی که داریم به شما میگیم و خودمون هزار بار خودمون گفتیم که اوه ندا کوروش این یه تایمیه که شما خب تلاش میکنید موتور میخرید دوباره مثلا بتونی با یه پاسپورت خوب یه دور دنیایی برید که بچسبه بهتون دیگه، نگران و دغدغه هزار تا چیز نداشته باشید. من بارها مثلا میدیدم تو همون مکزیک بودیم یه جهانگردی میومد ما با هم ملاقات میکردیم، هم اون میرفت مکزیکو رد میکرد، نمیدونم اکوادور به شیلی کلمبیا فلان بولیوی همه ما هنوز مکزیکیم، همینطور بیننده هامون از اون این انتظار داشتن آقا دیگه بس چقدر سالسا نشون دادی چقدر اینو نشون دادی، بعد خیلی هم مثلا گفتن چرا شما سرد شدید، خب برای ما هم همینطور بود، خب چقدر دوباره اینا رو نشون، دقیقا همون حکایت سفر تو ایران هی شمالش هی جنوبش، و بعد ما باید با این واقع روبرو می شدیم و قبول می کردیم که ما اون امکانات و اون شرایطی که یک نفر در یک جای دیگه دنیا با پاسپورت معتبر با پول با ارزش داره رو نداریم. ما حتی نمیتونستیم مثلا یک سایت اینترنتی آنلاین برای گرفتن سفارش از مثل آپورک لینکدین باز کنیم که راحت بتونیم از کشور خارجی سفارش بگیریم، چون لوکیشن ما ایران بود یا فلان بود، آخه همه درها بسته بود. ولی خب حالا بگذاریم داستانهای تلخو بگذاریم، امروز روز که داریم با شما صحبت میکنیم ما یک زندگی کوچولویی رو در آمریکای بزرگ شروع کردیم و تصمیم داریم که روی تخصصامون کار کنیم، یعنی بیشتر بپردازیم به اون توانایی هامون و از اون طریق کسب درآمد کنیم. و البته یوتیوب هم همچنان هست، ویدیو میذاریم براتون، نه به صورت تمام وقت و فول تایم که یک نگاه بیزنسی داشته باشیم بهش که بخواد هزینه‌ای برامون تامین کنه. دقیقاً، بیشتر خودمونیم دیگه. آره و آره، چون برای سفر با موتور خب ما خیلی روی یوتیوب حساب کرده بودیم که میتونستم مثلا من یه برم وقت بذارم که یه طرح لوگو انجام بدم $200-300 در بیارم، ولی گفتم نه یوتیوب اگه مثلا بگیره خیلی باحال تره، کوروش اگه براش سفارش کار میومد نه یوتیوب، یعنی اصلا نه دیگه، نه فقط یوتیوب نبود، اینقدر یوتیوب وقت میگرفت ما دیگه کلا کنار کشته بودیم از همه کارامون، چون میدونستیم که این شاید بتونه مثلا برای ما یه درآمد خوبی داشته باشه، دوستای خوب از طریقش پیدا کنیم، که همچنان هم بود واقعا دوستای بی‌نظیری مثل دمیس و رنا و چندین نفر دیگه که دیگه حالا اسپوردن کار سختیه، دوستای خیلی خیلی خوبی از این طریق پیدا کردیم و امروز روز تصمیم داریم که یوتیوب رو در اوقات فراغتمون داشته باشیم، برعکس قبل که فول تایم ما روی یوتیوب بودیم، یعنی فیلم بگیر بیا ادیت کن، یه وقت حالا مشکلات خیلی زیاد، یه وقت مثلا صدا نیافتاده بود، یه وقت سر دوربین کج شده بود فیلم نگرفته بود، نمیدونم پیاده شو از موتور هری شات بزن دوربین از 5 6 تا دوربین خروجی بگیر، هیچ وقتی ما نداشتیم که ما بتونیم روی کارهای تخصصی خودمون فعالیت داشته باشیم، ولی الان برنامه‌مون عوض کردیم، گذاشتیم یوتیوب رو برای فراغت، تایم که میریم این دوربر رو میگردیم، کشور واقعا دیدنیه، واقعا زیباست و حرف برای گفته خیلی داره، گشت و گذار میریم اطراف، به نظر اون میتونه برای شما جذاب باشه، برای شما ویدیو میگیریم تا بتونیم دوباره دو تا موتور بخریم. این دفعه میخوام بریم رو سبک هالی دیویدسون، چون اصلا فکر کنم این جاده ها باید اینجوری باشی، از کلا حال جاده ها خیلی متفاوته و اونجا دوباره برمیگردیم روی اصل خیش. حالا اینو براتون بگم که واقعا کوروش این تایم خیلی زحمت کشید برای یوتیوب، اینجا واقعا میخوام ازش تشکر کنم، یعنی فکر کنید با خستگی زیاد ما میرسیدیم به یه هاستل یا هتل، سری با لپتاپ باز میکرد، خروجی میگره، فیلم میساخت، فیلم ما رو منتشر کنه، آپلود کنه، نمیدونم کاور بزن، هشتگ بذار، خیلی زحمت کشید برای این تایم و فیلمایی هم ساختیم که برای ما واقعا دیدنش خاطر انگیز و لذت بخشه و هرچی بگذره فکر کنم دیدنش لذت بخشتر میشه و این تایم خیلی در مثل این لاک پشت رفته بود تو خونش و از این که دیگه قرار نیست سفر با موتور داشته باشه و قرار بود نه ما تو موتور نخریم دیگه ویدیو نمیذاریم، ما با موتور بخریم دوباره بزنیم به جاده بعد ویدیو میذاریم، تو این حالت بود و طول کشید واقعا. آره که بیام جلوی دوربین سخت بود واقعا، ترک کردن لایف استایلمون که همیشه ما 7 سال داریم مدام در سفریم بر بودیم و واقعا سخت بود خب این لایف استایل رو ترک کردن و بیای خب یه زندگی روتین و خونه و به سر کار رو بیاد سخت داره. آره. خب پذیرفتیم، ولی میگم این یک استراحت کوتاه، مطمئنن 4-5 سال دیگه قوی تر شروع میکنیم این راه. آره خیلی قوی تر و با خیال راحت تر و آسوده تر
باز هم از دوستان عزیزی که این مدت هی پیگیر بودن که بچا کجایی، نگران آره، شدیم، خیلی پیام گرفتیم. آره آره واقعا عذرخواهی میکنم. به نظر من واقعا لازم بود که ما یه تایمی رو با خودمون خلوت کنیم و تنها باشیم، چون که واقعا فضای مدیا برای ما که دریافت کننده کامنت ها هستیم، بازخورد ها هستیم، 16,000 تا در حال حاضر فالوور داریم و اینا فیدبک میدن با توجه به دریافتای خودشون، نگرش خودشون، اون چیزی که در لحظه به ذهنشون رسیده که خیلی بهش فکر نکردن ولی بها تاثیر ذهنی رو ما میذاره. همین تغییر لایف استایل، وارد آمریکا شدن، واقعا اسمش هم گنده زندگی تو توشم یه الان ما سه ماه اینجاییم. به جرأت میتونم بگم تازه یه خورده ما خودمون رو پیدا کردیم. خیلی شوک بودیم اصلا کلا. آره. شوک بودیم واقعا، چون واقعا یه کشوره که به قول ندا همه چیزش با همه جای دنیا فرق داره، علل خصوص فاصله ها. حالا برای اینا، برای این شوک ورود، اگه دوست داشتید بعدن یه گپ و گفتی با هم دیگه میذاریم. به هر حال امروز ما برگشتیم دوباره به چنلمون. فکر کنم این واقعا این فرصت رو میخواستیم که برای خودمون یه سری داستان ها رو باز کنیم و حالا شاید با فاصله و نه منظم ویدیوهای رو منتشر کنیم. اگر دوستانی رو دوست دارید که ارتباط آمریکا هستید و دوست دارید ارتباط بیشتری بگیریم، هم ملاقات کنیم، سفر کوتاهی با هم داشته باشیم، ما با همین نام موتو توریست در اینستاگرام هم هستیم، میتونید اونجا کامنت بذارید و اینجوری بیشتر با هم در ارتباط باشیم. مرسی، مرسی که تا این لحظه با فراز و نشیب ها و داشته ها و نداشته های ما تو این سفر با ما همراه بودید. دم همگیتون گرم، خیلی دوستتون داریم و مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.